با هدف ترویج هنر ایرانی در ایتالیا، آثار نقاشی و نقاشی خط جمعی از هنرمندان کشورمان با حضور تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی دو کشور در نگارخانه موزه معروف پالاتسو دی ونیزیا شهر روم گشایش یافت. در این نمایشگاه که با همکاری وزارت میراث و فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم و بنیاد فرهنگی هنری رودکی برپا شده، تعداد 70 اثر از آثار 50 هنرمند ایرانی با عنوان تجلی احساس در معرض دید علاقمندان به هنر ایرانی و اسلامی قرار گرفته است. ویژگی خاص این آثار بار معنوی و روحانی آنهاست که جلوه‌ای از فرهنگ ایرانیان است. هرچند آن چیزی که بر این تابلو نقش بسته برای من نامفهوم است، اما از دل آن صلح، معنویت و آرامش تراوش می شود. جورجو لئونه، معاون اداره موزه های شهر روم، با تاکید بر این مسئله که این آثار هنرمندان ایرانی در نوع خود منحصر به فرد و ارزشمند هستند، گفت: ما از اینکه میزبانی نمایشگاه زیبای تابلوهای نقاشی هنرمندان ایرانی را بر عهده داریم بسیار خرسندیم. در این تابلو من رنگ های ایران پیدا کردم، رنگ خاک ایران، رنگ سبز درخت ایران و رنگ آبی آسمان ایران. استقبال ایتالیایی ها از این آثار برجسته هنری کشورمان بار دیگر نشان می‌دهد که فرهنگ و هنر ایرانیان در ایتالیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روم. Chiaramente in questa mostra ho notato una grossa spiritualità che emerge un po' in tutta l'arte e attraversa tutta l'arte internazionale. Sì, stavo dicendo che questa calligrafia, anche se io non la capisco, dà veramente un senso di pace, di spiritualità, di armonia. Come soprintendenza per il Polo Museale Romano siamo veramente onorati e lieti di ospitare questa mostra molto bella.